نام خداوند متعال. بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های آن سوی خبر. در این برنامه صلح و جنگ افغانستان را به بررسی میگیریم. طی روزهای اخیر در کشور عملیات های نظامی متفاوتی در اکثر نقاط کشور راه اندازی شده و نیروهای امنیتی و صورت شبانه روزی در مناطقی که در آنها نیروهای گروه طالبان فعالیت دارند حمله کرده و سعی در از بین بردن پایگاه های نظامی این نیروها در کشور دارند. از سوی هم گروه طالبان با حملات متفاوت در مناطق مختلف کشور به نیروهای امنیتی کشور تلفات وارد کردند. این حملات و عملیات ها نشان از شروع یک جنگ دوباره در کشور دارد. این جنگ در حال صورت میگیرد که گفتگوهای صلح هم روی زبان هاست. این خبر را در این برنامه بررسی میگیریم و کنکاش میکنیم. ابتدا برای روشن شدن موضوع توجه شما را جلب میکنم به گزارش از همکارم مشتبه بختیاری در رابطه با این خبر. آغاز عملیات نظامی نیروهای امنیتی در غرب افغانستان. مسئولان امنیتی در غرب کشور از آغاز عملیات نظامی به منظور پاکسازی کامل مخالفین مسلح دولت در ولایت‌های هرات، غور، فرا و بادغیس خبر داده و میگویند با آمادگی که نیروهای امنیتی دارند دیگر لانه‌های دشمن از معرض دید پنهان نخواهند ماند. آنها همچنان میگویند با توانایی که نیروهای دفاعی کشور دارند دیگر مخالفین مسلح دولت توان رویارویی با نیروهای آنها را نخواهند داشت. مش او تاسی نه تنها د هرات په ولایت کې بلکې د فرا په ولایت کې د غور په ولایت کې او همدار ډول د بادغیس په ولایت کې خپل اپراسیونونه لرو. دا هغه اپراسیونونه دي چې د ملي دفاع د وزیر په هدایت باندې ټول هغه لارې او هغه د دشمن ځالې چې موږ تاسې په مخ کې ولرو هغه باید پاکی سی او زموږ ستاسو ولسونه په یو آرام حالت کې ژوند وکړي. ما از حالت مدافع به حالت تعرض برآمدیم که جناب وزیر صاحب دفاع هدایت فرمودن بر تمام نیروهای دفاعی و امنیتی که حالت دفاعی را ما میگذاریم و به مواضع دشمن حمله آور میشیم. مسئولان محلی در هرات نیز با تاکید بر اهمیت این عملیات هدف از راه اندازی آن را پاکسازی شاهراه هرات غور می‌خوانند. به گفته والی هرات تلاش‌ها به منظور پاکسازی کامل مخالفین مسلح دولت در مسیر منتهی به هرات جریان دارد. هدف عملیات ای است که ما شاهراه نمردو را تا فیروزکوه را پاکسازی کنیم، دو طرف دریا را و شاهراه را به عبور مرور غور و ولسوالی های چشت و بی و پشتون زرغون باز کنیم. در سوی دیگر افرادی که به منظور دفاع از کشور در برابر حملات طالبان به صفوف نیروهای امنیتی پیوستند میگویند آماده هر گونه نبرد در خط نخست جنگ هستند. روز اول که آمدیم ما فور میره که بر ما دادن کلی چیزا واضح برش نوشته بود، سختی است، کشته شدن است، اسیر شدن است، کلی چیزا قبول کردیم. بیخی منگ طول سره دخپل اندیوالانو بیخی آمده ای ترسو چه دخمن ده دیسای نو باسا و سرکو بکو ترسو چه داخلی که انشالله ده اردو ملی طالب دل تا زندگی نشه کولی او نبیو کی. ما یا قطرخون بجان دارم خدمت میکنیم. ما انشالله بابندی وظیفه هستیم، وظیفه خدا درست 100% مطمئن هستم ده ای وظیفه هستیم و بودیم. انشالله دشمن رو ضربه خواهد دادیم. مسئولان امنیتی در غرب کشور در حالی از آغاز عملیات‌های نظامی بالای مواضع گروه طالبان در حوزه غرب افغانستان خبر می‌دهند که گفتگوهای صلح نیز جریان داشت و باز هم با توقف روبرو شد. طی روزهای اخیر روزنامه‌های بین‌المللی گزارشی را هم در مورد توافق طالبان در مورد آتش‌بس نشر کرده بودند که این گزارش ها از سوی گروه طالبان رد گردید و طالبان آتش‌بس را مشروط به خروج نیروهای خارجی از کشور دانستند. همچنان طی هفته‌های اخیر عملیات نیروهای داخلی بر مواضع طالبان به صورت گسترده آغاز شده و در شمال و غرب کشور این نیروها به سرکوب نیروهای طالبان پرداختند. از سوی هم عده‌ای از کارشناسان امور که معتقد به رفتن انتخابات به دور دوم هستند، این حملات نیروهای امنیتی را برای زمینه‌سازی برگزاری دور دوم انتخابات قلمداد می‌کنند. به ادامه برنامه خوش آمدید. اینجا جایی است که ما به آن سوی خبر پرداخته و موضوعات مبهم خبرها را آشکار می‌کنیم. طوری که در گزارش دیدید روند صلح و جنگ افغانستان به گونه بسیار مبهم پیش رفته و این مقوله ها هنوز به طور کلی به گونه گنگ
پیش می رود. برای فهم راز نهفته درون این سردرگمی و ایجاد راه حل برای این بحران و سراغ یکی از فعالین مدنی هرات می رویم. از شما دعوت می کنم بیننده این بخش باشید. آن سوی خبر ادامه دارد. ادامه برنامه آن سوی خبر خوش آمدید. در خدمت یکی از تحلیلگران مسائل سیاسی و فعال مدنی در هرات آقای سید اشرف سادات هستیم و در رابطه با صلح صحبت میکنیم. آقای سادات سلام، ممنون از اینکه وقت دادین. صحبت ما در رابطه با صلح هست. چیز مقوله‌ای که در این روزها بسیار راجع به او پرداخته میشه، شایعات پخش میشه و تکذیب میشه. از طرف دیگه هم مسئله جنگ و صلح در افغانستان یک مسئله بسیار با اهمیت هست که تمام جامعه رو مد نظر گرفته و تحت سیطره خودش قرار داده. چگونه در افغانستان قرار است صلح به در حالی که طالبان حملاتشان انجام میدن، در هلمند انجام دادن، در بعضی از ولسوالی های دیگر در ولایات مختلف انجام دادن و افراد زیادی از نیروهای ارتش به شهادت رساندن. از طرف دیگه هم نیروهای دولتی طی روزهای اخیر از چندین جناح، از سمت شمال، از سمت غرب و همچنان در فراه و در بعضی از ولایت های دیگه عملیات های بسیار بزرگی را برای سرکوب طالبان و از بین بردن مواضع طالبان روی دست گرفتن و انجام شدن، یعنی به نحو عملی شد، آغازش کلیک خورد و اغلب این عملیات ها انجام شد. این چگونه صلح هست که دو طرف در حال جنگیدنن و در حال امتیازگیری از جنگ به نحوی؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بیننده های برنامه. من فکر میکنم به همو اندازه ای که جنگ افغانستان پیچیده و مبهمه، امی شرایط برقراری صلح در افغانستان هم همچنان همقدر پیچیده و مبهمه. همانطوری که طرف های جنگ در افغانستان حالا متاسفانه زیاد هست، بر علاوه عوامل داخلی ده ها عامل بیرونی داره، کشورهای دور و نزدیک، همانطور در قسمت پیاده شدن صلح در افغانستان هم دیدگاه های بسیار کلان ملی منطقه‌ای و جهانی وجود داره و من فکر میکنم هنوز هیچ گام اساسی در راستای به ثمر نشستن صلح در افغانستان برداشته نشده و هنوز بحث صلح در حد یک گفتمانه، در گفتمانی که حتی توافقات نسبی را ما شاهد نبودیم، در حالی که پیش مقدمه هر صلح یک سلسله نزدیکی ها و بحثایی که بتونه انمو عدول ما بتانیم عدول شاهد باشیم. از موقف اصلی خو همه جریان ها باید یک گذر کوتاهی داشته باشن و کمی بیان پایین، چون در صلح بحث بدبستان ها مطرحه. اما این نگاه و این بدبستان ها و این عدول از موقف اصلی و نمو باور کاذب متاسفانه تا به حال ما شاهد نبودیم و همان تبلیغ که در گذشته از سوی مخالفای مسلح نظام نواخته می شد مبنی بر خروج نیروهای خارجی و تامین شدن دولت اسلامی و نمو بحث امارت و همچنان موقف دولت و پافشاری بر حفظ جمهوریت، نمو بحث ها متاسفانه هنوز در حوزه صلح افغانستان مطرحه و ما شاهد دستاورد کلان نبودیم. آنچه که قرار است قرار بود یک بار اتفاق بیفته و بحثی منتفی شد و بعد از سه ماه باز قرار اتفاق بیفته. من فکر میکنم یک توافق کاهش جنگ و حملات بر همدیگر بین ایالات متحده آمریکا و جریان یا گروه طالبان میباشه. حتی طالبان حاضر نیستن با شرایط نسبی برای مردم افغانستان آماده بسازن، مبنی بر این که یک جغرافیای نسبی امن به وجود بیای، آتش بس بشه و در طی همین روزهای آتش بس انمو گفتمانهای محلی شکل بگیره و ما بریم به طرف طرح دیدگاه کلی برای صلح. متاسفانه طالبان بحث صلح که به میان آمد، بحث مذاکرات، شما دیدیم خونین ترین حملات در طی یک سال گذشته در افغانستان انجام دادن و هنوز هم دارم انجام میدم. در یک هفته گذشته ما شاهد 4 حمله بر نیروهای نظامی افغان بودیم، 4 شب خون بودیم که ده ها سرباز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته شد و از طرف دولت هم همچنان شما میبینیم حملات شبانه بر طالبان ادامه داره، حملات هوایی ادامه داره و حتی اجتماعات کوچک طالبان از تیررس دولت در امان نبوده. بنابراین وقتی ما همچنین فضای مشاهده میکنیم، این فضا فضای اعتماد نیست، فضای باور نیست، فضایی نیست که طرف ها همدیگر
به نوعی بتونن قبول کنن. دولت افغانستان و طالبان به عنوان یک دولت دست نشانده قلم داد میکنن و این باور ندارن. دولت افغانستان مس جمهوریت خط سرخ میدانه و حتی طالب حاضر نبود که انتخابات در افغانستان برگزار بشه و به نوعی فکر طالبی بود که هر انتخاباتی که برگزار بشه هزینه کردن مفت بالای یک بحث بی مفهومه و اگر قرار در افغانستان صلح اتفاق بیفته این ساختارها برهم میخوره. طالب با این ساختار فعلی موافقت نداره و ساختار فعلی نظام به نوع با ایدئولوژی خود برابر نمیداره. طالب با 18 سال به خاطر ایدئولوژی خود جنگیده و هزارها هزار جوان تحت نام حالا اون نیرو یا داخلی بوده یا خارجی بوده بالاخره انسان بوده، هزارها هزار انسان رو کشته داده و بر علاوه نیروهای خودی هزارها سرباز افغان کشته، هزارها ده ها هزار شهروند ما رو به خاک و خون کشیده به خاطر یک مسئله که او بتونه ایدئولوژی خود به کرسی قدرت بنشونه. با این وضع الان ما یک هیته بسیار تنگ رو می‌بینیم. سلهر با این دید که اگر نگاه بکنیم هر کسی داره برای خودش کار رو انجام میده، فقط گفتمان‌های آمریکا و طالبان برای منافع آمریکا هست. با این چیزی که الان شما گفتید، یعنی برای افغانستان کسی به طور معمول اگر صحبت بکنیم تره هم خورد نمیکنه. دقیقاً ببینیم تا به حال هیچ نوع گفتمان دو جانبه بین دولت افغانستان که حالا هر چی که هست ما باید یک ساختار داشته باشیم که بره با انمو کسی که با او طرف است بنشینه صحبت کنه، دغدغه ها شریک بکنه، از اونا بشنوه. دولت افغانستان متاسفانه یک نیروی در درون دولت افغانستان قدرت در اختیار داره که فکر میکنه هر نوع پدیده تحت نام صلح که شکل بگیره جایگاه ما از دست میره. متاسفانه بیشترین فرصت ها و منابع در طی 16-17 سال گذشته در یک در دست یک حلقه خاص 2300 نفری بوده که بیشتر فرصت ها رو بلعیدن از اختیار مردم افغانستان بیرون کردن. از یک طرف ای بس وجود داره و انوم دیدگاه واضح برای صلح وجود نداره. دولت افغانستان حاضر نیست مثلا تحت خیلی از بحث ها شرایط رو بپذیره و بیاید وارد گفتمان صلح بشه. تا حال آنچه که نزدیکی بحث های صلح افغانیر ما شاهد هستیم یا بین الافغانیر شاهد هستیم دیدگاه سیاسیون با طالبان بوده و اینا بیشتر رفتن ابراز نظر کردن و نمایندگان از اینا با طالبان نشسته. دقیقاً این بحثه و طالبان هم اعلان کردن که هر نوع بحثی که ما داشته باشیم با طرف آمریکا داریم. اگر کاهش خشونت باشه بر علیه نیروهای خارجی، ما بر نیروهای افغان حملات خود داریم و شبخونهای خود داریم و دولت افغانستان هم دقیقاً داره عملیات میکنه. هر شب عملیات خصوصا در حوزه غرب که ما و شما زندگی میکنیم گفته میشه در ولایات چهارگانه زون غرب، هرات، فران، نیمرو، فرا، بادغیس، خور، در همه ای ولایات عملیات همیکنون جریان داره و حتی من فکر میکنم یک عملیات کلان هم در همین روزای اخیر را افتاده در مناطق شرقی شهر هرات و ولسوالی های شرقی ولایت هرات و همچنان ولایت غور. این بحث ها همه نگاه باورمندانه مردم و جریان های فکری و سیاسی نسبت به صلح متاسفانه داره منفی میسازه و مردم افغانستان داره نومید میکنه به خاطری که یک سال ما منتظر بودیم که در پسا گفتمان های صلح بین ایالات متحده آمریکا و طالبان چی چیز اتفاق میفته. اما اتفاقی که افتاده حالا انموس بعضی سرنخوازی که روشن شده گفته میشه یک توافق بین طالبا و هدف کاهش عملات بر همدیگر. طالبا قرار است دیگه بر نیروهای امنیتی بر نیروهای آمریکایی به صورت حملات نداشته باشن و نیروهای آمریکایی هم مستقیم عوامل طالبان مورد هدف قرار ندن. اینا من فکر میکنم بحثای کلی رویکردهای قدرت‌های منطقه در باره صلح افغانستان داره عوض میشه. ما اگر میخوایم بحث صلح گونه کلی‌تر مطرح کنیم من فکر میکنم امروز ما باید دیدگاه ایران داشته باشیم، دیدگاه پاکستان، دیدگاه روسیه، دیدگاه چین، چون این کشورهایی هستن که متاسفانه زیدخل قضای افغانستان شدن. شما میبینیم تسلیحاتی به دست طالبان میرسه و روسیه ها انکار نمیکنن که این تسلیحات ما داده و حتی چینایی ها نمایندگان طالبان دعوت میکنن تا اونا رو برن ببینن. پیچیدگی مسئله واقعا شهروندان افغانستان در یک بلاتگلیفی عجیبی قرار داده.
همه ملتی هستیم در حال انتظار، هیچ کس سرمایه گذاری نمی کنه، هیچ کس کار بنیادی نمی کنه، هیچ کس حتی بخواه خانه نمی سازه، هیچ کس اصلا انگیزه ای نداره برای رفتن به جلو در حقیقت امیدی نداره. خب اینا دقیقا چیزای پرسشایی که باید طرفای زیدخل قضای افغانستان بیان پاسخ بدن. ایالات متحده آمریکا حالا که میخواد پای خود از افغانستان بکشه، ثمره حضور 17 ساله خود در افغانستان باید بیاد برای مردم افغانستان بازگو کنه و بعد بیرون بشه. دولت افغانستان اگر میخواد صلح انجام بده، پس این همه فافشری بر بحث جمهوریت یا مثلا حملات بر نیروهای طالبان چی است؟ و اگر طالبان میخواین برای یک طرف قضیه سیاسی آینده افغانستان باشن، این همه کشتار برای چیست؟ اینا همه دغدغه‌ای که ما به عنوان شهروندان داریم و من فکر میکنم هنوز انمو فرصت مناسب برای پیاده شدن صلح در افغانستان به وجود نیامده و تا صلح حقیقی ما هنوز فاصله بسیار زیاده. بله، در رابطه با یک مسئله دیگه هم می‌خوام صحبت بکنیم. البته از آمریکا صحبت شد. آمریکا را اغلب کارشناسان به عقیده هستن که بدون یک جامعه شناختی خوب وارد جامعه افغانستان شد و جواب نداده. حالا معلوم نیست که چقدر درست است و چقدر غلط، اما کارشناسان به یقین هستن. میخوایم یک پازل صلح را اگر بچینیم، چیز اصلی گمه و او حکومت افغانستان هست و تا زمانی که این نباشه، همین مهران نباشه، قطعا این پازل درست نمیشه، چون بعضی از مشکلات قطعا به وجود میاد. خودکامگی هایی که بعضی از رهبران دارن دیادی خودش نشان دهنده و تبرز دهنده همین قضیه هست. در کنار از این، ما یک مقوله بسیار مهمی را پشت سر گذاشتیم آقای سادات، مسئله ای که حیات بخشید به جمهوریت کشور ما، انتخابات. انتخابات خیلی مهم بود و برگزار شد. خیلی ها خواستن ایرا به هم بزنن به هر نحوی تا بتونن مثلا همه حکومت موقت به وجود بیه، یا مثلا حکومت طالبان یا اماراتی که وجود داره به وجود بیه. همه اینها مطرح بود. در کنار این، اما الان انتخابات دور اولش برگزار شده. همه عقیده ها بری هست که انتخابات به دور دوم کشیده خواهد شد. از قضا زمانی که انتخابات به دور دوم کشانده بشه، احتمال از این هست که دوباره همین دستگاه سیاسیونی که برخلاف حکومت حاکم دارن کار میکنن، دوباره بیاین و سر زبان ها بیفته که حکومت موقت یا حکومت گذرا رو بیاین تشکیل بدیم. در این حال طالبان همچنین چیزی را قبول دارن. به نظر شما الان زمانی که طالبان این حالت را قبول دارن و سیاسیون هم قطعا این کار رو میکنن، حکومت حاکم قطعا نمیخواد که این کار صورت بگیره. برای همین هست که الان انتخابات اگر نمیخوان به دور دوم بره یک، و اگر انتخابات مجبورن به دور دوم بره، اینا در حال جنگ هستن و آتش جنگ رو داغ نگه میدارن تا به انتخابات دوم برسن. چقدر تحلیل درسته؟ ببینیم، شکی وجود نداره که ما یک انتخابات برگزار کردیم پر از چالش، اما باید این حرکت ها در نظام دموکراسی تجربه بشه. بله. انتخابات باید برگزار میشد. اگر ما همین انتخابات برگزار نمیکردیم، انمی بحث دوام 17 ساله دولت یا یعنی روند حرکتی که 17 سال یا 18 سال پیش ما شروع کردیم تحت نام دموکراسی زیر پرسش قرار میگیرید و انتخابات بزرگترین مؤلفه نظام دموکراسی هست. ولی متاسفانه انتخابات برگزار کردیم پر از چالش، که دغدغه های مردم بسیار زیاد بود، از طرف طالبان تحریم شد، از طرف بسیاری از سیاسیون تحریم شد، و مردم هم به خاطر دلهوره و تشویش و استراب و نگرانی و دلزدگی که نسبت به سیاست مدارا داشتن کمتر اشتراک کردن. حالا هرچی که بود ما انتخابات برگزار کردیم، اما در یک فضای آشفته و که تا حال انمو نتیجه پیچیده انتخابات برای مردم افغانستان واضح نیست که بله. سرمنشه انمو نتیجه انتخابات چی میشه؟ آیا ما میریم به طرف یک ثبات سیاسی در افغانستان یا نه؟ میتونه خدای نکرده نتیجه انتخابات باعث خلق یک بحران جدید در افغانستان بشه، به خاطر که انتخابات مخالفای بسیار جدی داشت. بسیار برای من آدم جالب بود کسایی که در نظام سازی فعلی افغانستان دست بسیار بالا داشتن، همه اینها می اومدن انتخابات به نوع زیر پرسش قرار میدادن و بسا موارد دیگری. من فکر میکنم ما در این شرایط به اجماع سیاسی نیاز داریم. افغان ها همه باید در یک محور جمع بشن. اگر این فرصت طلایی دولت افغانستان و سیاسیون که همه زیدخل هم، حالا شما اگر بیدیم تحلیل واقع بینانه داشته باشیم، همه اپوزیسیون فعلی سیاسی افغانستان به نوع عوامل از اینا در درون دولت افغانستان هست. یعنی ما که قبلا گفتم یک حلقه خاص 17 سال قدرت افغانستان در قبضه خود داره، که ترکیب مثلثی از تکنوکرات ها، جریان های ازبی چپ گذشته و جریان های
جهدی. این دی ترک این مثلث انمی قدرت در اختیار خود داشته و دارم هنوز هم ادامه میدم. حالا من فکر میکنم رأس هرم و قدرت یک بحث و دغدغه ای که بعضی ها دارم، اما در زمینه های پایین قدرت همه اینا حضور دارم، در دیپلماسی سیاسی افغانستان، در وزارتخانه ها، در ولایات، در ارتش، در اردو، در همه اینا حضور بسیار کلان دارم. من فکر میکنم حالا با همه این نگاه ها مردم افغانستان فعلا صبرشان لبریز شده، دیگه توان زندگی از دست دادن، خودکفایی اقتصادی دیگه وجود نداره. شما میبینید رشد اقتصادی ندارین، رشد سیاسی ندارین، رشد فرهنگی ندارین. در بسا زمینه ها نومیدی بسیار عجیبی در ذهنیت مردم خلق شده. ما امیدوارم که ما در اینجا یک تصمیم عاقلانه بگیریم، انمو سیاسیون داخل نظام، سیاسیون بیرون از نظام بیان در کنار شهروندان افغانستان بیستن، خواستا و مطالبات مردم را لیست کنن، بعد با در روشنایی انمو داشته های مردم برن به طرف گفتمان و صلح افغانستان باز هم یک مثلث داره، طالبا، دولت افغانستان و سیاسیون. بدون دولت ما هیچ گونه نمیتونیم ادعای ازیر کنیم که ما میتونیم صلح تامین کنیم. دولت بله. نیروی اجدایی انمی نظامه، بالاخره یک چیزی هست که تمام فرصت ها و منابع در اختیار از او هست. اگر طالب نمیخواد با دولت افغانستان گفتگو کنه اشتباه میکنه، اگر سیاسیون میخوان دولت با حاشیه بکشن اشتباه میکنه، اگر دولت میخواد سیاسیون کنار بزنه و تگروی کنه در عرصه گفتمان صلح بازم اشتباه میکنه. اگر خدای نکرده این فرصت ها رو از دست بدیم و حالا یک پشتیبان بین المللی هم که همه سیاست مدارا ما داشتم، ایالات متحده آمریکا میخواد بار بندل خود جمع کنه و حضور خود بسیار بسیار پین بکن بیاره، من فکر میکنم همه فرصت ها رو داریم از دست میدیم. دیگه سبای که طالب بیای به افغانستان اعلان حاکمیت بکنه و به نوعی درقل در به گونه قسمی در قدرت شریک باشه، من فکر میکنم همه اینا جایگاه خود از دست میدم الا ای که مردم در کنار خود داشته باشم. من فکر میکنم سیاسی و این دولت با مردم دارن بیگانه میشن و این به نفعشان نیست و باید همه این معادلات در بحث صلح پیچیده افغانستان ما در نظر داشته باشیم. بله، سپاسگزارم از شما آقای سادات، ممنون که با ما صحبت. این بود برنامه آن سوی خبر که تقدیم شما عزیزان گردید. تا برنامه دیگر و بررسی خبر دیگر، همه شما گرامیان را به خداوند من نانو یک تابوبی همتا می سپارم. تا دیدار دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.